بسم الله الرحمن الرحیم میگم درس خودم رو شروع میکنیم. روز سیزام چی هستن؟ کنترل پینل این ویندوز هفت هسته. وین کی آر نوت پت. اول ما شما کار میکنیم وات اس یک دفعه چک کنیم که کدام آپشن در ابتداست که امون رو تشریح کنیم زوم صفحه بیشتر شوه. پرنتال یوزر وات اس پرنتال یوزر یادداشت کنیم پرنتال یوزر parental user is used for limiting of time programs and limiting of using یوزنگن. از طریق پرنتال یوزر ما چی کار را کرده میتونیم؟ از طریق پرنتال یوزر شما مثال کاری که کرده میتونیم لیمت میکنین تایم بالا یک یوزر از کدام ساعت الا کدام ساعت استفاده کرده بتونه، از کدام پروگرام ها استفاده کرده بتونه و گیمایی که در کامپیوتر مثال از کدامش استفاده کنه کدامش استفاده نکنه. این به خاطر چی است؟ لیمت کردن است، قید کردن وقت است، پروگرام است و چی هستن؟ یک تعداد گیمایی که مربوط خود ویندوز میشه. چطور شما یک کار انجام میتین در ابتدا؟ اینجا اگر تو مثال می برازی تایپ میکنی پرنتال استارت پرنتال برش که تایپ میکنی پرنتال کدام شما انتخاب کنیم؟ پرنتال کنترول های دو میشه اولش انتخاب کنیم پرنتال کنترول بالا ازی کلیک کن آدی خود برای چی میکنه؟ دسپلی میکنه یا آواز میکنه خب پیش ازی که ما شما بریم اولا این بحث خود ادامه بتین در ابتدا ما شما میم چطور یک از اول برازی ما شما باید چی کنیم یک دانه یوزر رو جدید ایجاد کنیم فار اگزمپل نت نت یوزر اچ آر اندرسکور و هم پاسورد شام چند باشه یک باشه و فاروارد سلاشی را چیکو بر ما اد که از اینجا ما شما میمیرید در کدام حالت قرار میتیم حالت لاک قرار میتیم بریم با یوزر جدید چی شایم لاگین شایم یک انتر پس ما شما ازی چی میشیم؟ لاگ اوت میشیم خب این رو شما دیدیم که در هر عقادی که ما خواسته باشیم از دینم یوزر موجوده چی میکنیم؟ استفاده میکنیم آن زمانی که ما شما میخواییم قیدات بالای ازی وضع کنیم از طرف کنم یوزر میشه قیدات یا لیمیتیشن وضع شوه از طریق یوزر ادمین از طریق صفحه داس مستقیم میریم با کدام بخش با صفحه کنترل میریم کلیک میکنیم کنترل زمانی که ماری کلیک کردیم از اینجا ما شما چی را باید پیدا کنیم پرنتال یوزر اینی پرنتال کنترل سستا بالا ازی کلیک کن بالا ازی زمانی که مثال شما کلیک میکنین میگه چوز ا یوزر انسیتا پرنتال کنترلز
یک یوزر میگه شما از بین از این لیست یوزرها چی کنین؟ انتخاب کنین و بالای از تنظیمات عوض کنین از طریق پرنتال یوزر. کدام یوزر ما انتخاب میکنیم؟ اشاره اندرسکور وانا. اگر یوزر جدید میخواستیم کریت اچی؟ نیو یوزر اکاونت. ما بالای از کلیک میکنم. خب زمانی که شما بالای از کلیک کردین میگه ستاپ How HR underscore one will use the کامپیوتر میگه تنظیم کو که نمی یوزر HR underscore one از کامپیوتر چودو استفاده کنه. فعلا کل ازی در کدام حالت هست؟ آف هست. از اینجا ما شما میم بالای کنم سر در قسمت تایم لیمیتیشن ای به حالت برعکس کار میکنه. چطور؟ رنگ آبی زمانی که مانده شما نمایندگی از چی میکنه؟ از بلاک بودن میکنه. و زمانی که خالی مانده شما از چی نمایندگی میکنه؟ الاو اجازه دادن. مازینه قسمتی رو میگم ای از طرف چپ شروع شده، از کدام ساعت 12 بجه شب شروع میشه الا 12 بجه، یعنی تا 12 بجه را دینی قسمت است چرا 11:59 که میشه با کدام تایم چنج میکنه؟ خود ای ام چنج میکنه. و از قسمت به بعدی طرفش مربوطی چی میشه؟ پی ام میشه. فهمیده شد؟ یعنی ای از طرف چپ شروع شده در حالت معکوس است. اگر شما مثال من چون این قوید رو آواز میکنین میگن اینمی کامپیوتر از ساعت 12 شب الا 11 بجی صبح چی کنه استفاده کنه. اگر ما فعلا به این قسمت برام کلیک کنم و ایرام از اینجا ما شما اوکی بگویم، ما از یوزر هیرس کرده میتونیم یا نه؟ با کدام دلیل؟ تایم اصاله؟ او تایم را که ما شما برای عزیز ست کردیم فعلا او بطابق از این تایم نیست. اما گفته بودیم از 12 بجه شب الا 12 بجه صبح استفاده کنه. تا 12 بجه صبح از 12 بجه ظهر خود تا قسمت 12 شب 11:59 دقیقه شب مربوط پی ام میشه. فهمیده شد؟ پس از این چی میشیم؟ لاگ اوت، لاگ اف. افکت کنه باید اینجا به تایم لیمیتیشن. تایم لیمیتیشن زمانی که رفتین اینی حالت ها را از اینجا پاس میکنیم. در ابتدا روزش هم مشخص کنم روز از فعلا چند شنبه اسم روز سه شنبه سه نه ستون ترزی را بیا انتخاب کن بگه از ساعت 12 بجه ظهر الا 12 بجه شبه چی شبه یوزر بلاک شبه ایر از اینجا چی کو اوکی اوکی زمانی که کردیم ای را هم ما شما اوکی میکنیم. اوکی زمانی که ما شما کردیم ای را چی میکنیم؟ از این یوزر لاگ آف میشیم میریم با یوزر چی؟ یوزر بعدی. من در یوزر چهار اندرسکور رو کلیک میکنیم، پاسورد شا تایم میکنیم اوکی. ای چی شده بود؟ لاگ شده بود. لاگ آف شاید لاگ آف با یوزر اصلی یا یوزر اپمین مهم چی میشیم؟ لاگین میشیم. خب وین کی آر کنترول، کنترول زمانی که ما شما آمدیم بلست پرنتال یوزر میریم کلیک میکنیم و تایم لیمیتیشن مهم روزش درزه از پیش ما چی شده؟ اشتباه شده بود نه؟ فقط ما مهم کدام بخش انتخاب میکنیم روز چند شنبه بره؟ سه شنبه بره. ای دیگه شب پاک میکنیم، ای رو اوکی میکنیم و ای رو هم اوکی میکنیم و از قسمت یک دفعه چی میکنیم؟ لاگ آف میشیم. چرا؟ تغییراتی که در قسمت خود سیستم وارد میشه یک دفعه افکت کنه بالای یوزرهای دیگه. حالا چی میکنه؟ Your account has time restriction that prevent you from logging on a time. Please try again later. تایم بالای از چی شد فعلا؟ تطبیق شد. آلی رخ فهمیدین ای بالا از ای کدام نوع قویداد وضع شده؟ تایم ریستریکشن از که وضع شده. از این ما شما پاس بیرون میشیم. اگر مثال از پیشون کسی سوال میکنه که اگر ما بهم تایم دیت کامپیوتر را چنج کنیم، تایم دیت زمانی که چنج میکنم مشکل چی میشه؟ برطرف میشه. چرا؟ کامپیوتر کرن تایم در نظر داره. ما گفته بودیم از کدام ساعت تا کدام ساعت یوز کنه. حالا ما شما مهم چکش میکنیم. کنترل پرنتال یوزرز، پرنتال یوزر که آمده اشار اندرش کروان تایم لیمیتیشن از ساعت 12 بجه 12 صبح الا 12 بجه چند شب.
حالا فعلا ساعت چقدر است؟ 21 دقیقه چی است؟ پیم است یعنی بعد از شاش است وین کیار تایم دیت دا چی دا سپیل انتر کو انتر زمانی که ما شما کردیم این تایم بر ازی چی میکنیم؟ چنج میکنیم چنج از این ایجایی را باید دیگه قسمت بگی چار باجن باز اینجا ایه میشه با چی چنج کو؟ با پیم زمانی که تایم چنج میشه ما آرا دا یوزر لاغین شده میتونیم ما گفتم از 12 بجه شب الو 12 بجه یعنی روز استفاده کنه خود ساعت 4 صبح بر ازی اجازه داده شد دیگه آره بیاد از اینجا می دفعه چی شو؟ لاغ آف شو نه این اول زمانه که ستنگه که یا تغییراتی که از طریق یوزر ادمین آورده میشه بالای کلش میه فهمیده شد؟ حالا فعلا ما چی شدیم به یوزر؟ یعنی وصل شدیم یا با یوزر ما چی کردیم؟ واس کردیم چی کاری کردیم ما تایم برازی چی کردیم؟ چنج کردیم دست بده که تایم چنج شما همیش فکرتان باشه که با شما با این شکل از یوز کرده میتونین اگر پاس بایم و شما تایم بدل کنیم در یک حالت که رسترکشن برازی واضح شده باشه یا قویدات از اینجا بیا مثال اینمی رو بگیر ساعت چند بجن؟ پاین بجن پاین بجی چی؟ ام پی ان آلی یوز کرده میتونه؟ چرا؟ از طریق خود یوزر ادمین؟ نه یوزر ادمین بلاک میکنی با ساخت تایمش ست نشه از یوز کرده نمیتونی پاسورد تایپ کو چه میکنه باس؟ مسیج داد فهمیده شد پس از این مهم دینمی یوزر اصلی خود چه میشم؟ لاغین میشم مهنمی ستارت از این طرف رو خب پرنتال یوزر آواز میکنیم پرنتال یوزر را زمانی که واس کردیم سفر را چی میکنیم بزرگ میکنیم HR underscore 1 time limitation time limitation آلی را فهمیده که ای چی میکنه چی وظیفه داره اگر مثال بر شما یک گفته شده که یک یوزر مثال در روزای شنبه یک شنبه دو شنبه استفاده کردن نتونه و بعد بلاک شده یوزر اتوماتیکلی چی کار میکنین برش بله یعنی گفتیم شنبه دوشنبه یوز کنه از او بعد به شکل مستقیم در کدام حالت قرار میگیره حالت بلاک زمان که در حالت باشه شما فعلا از کامپیوتر یوز کرده میتونین چرا به خاطر که فعلا روز چند شنبه است سه شنبه است از اینجا واسه شده براش گفته در روز سه شنبه در هر ساعت شی کامپیوتر یوز کرده یا ای پی سی یوز کرده نتونه حالا اینجا زمانی که روکه میکنی ایرام اوکی کو بیا از اینجا ایره یک دفعه چیکو لاگ آف کو لاگ آف زمانی که کردی باید اینجا زمانی که من اشاره اندرس کنم پاسورد تایپ کو نمیشه هر یوزر را که شما خودتان چی میکنین انتخاب میکنین اینمی میتود را که شما فعلا کار میکنین میتونین بالا ازو چی کنین اپلای کنین طریقه اجازه دادنش براتون کار کردم یعنی که چطور یک یوزر اجازه بدی که یک کار صد کنه از طریق یا وزو یوزر ادمین مسیجش یا طریق گروپ پالیسی سکبول داده میسی چطور برش اجازه می دادیم که می کار اجرا می کرد نه نظر به تایم است یا زمانی که یک خونش گرفته میشه یک ساعت در بر میگیره خب بعد هم زمانی که پس شما در لیست پرنتال یوزرز ان کنترل من کلیک میکنید اچ آر اندرسکور 1 ایرا فهمیده که چی وظیفه داشت حالا کل از اینا شما پاک میکنیم میگیم برش علاوه داده شوه گیم چه معنا فعلا که اگر مثلا شما از این یوزر بیرون شوین من میرم و شما چی میکنیم لاک میکنیم بعض اوقات مثال ما شما یک یوزر برای یک نفر دیگه اجازه میتیم او از گیم استفاده میکنه از انواع پروگرام ها استفاده میکنه اینجا اگر مثلا شما من در لیست گیمز میرین کلیک میکنین گیمز مثال زوم سفر بیشتر کنیم فری سیل یکی از گیم هاست خب ایرا کلاس کنیم بیم ایرا دون سیو برش بگیم یک خیلی با سرور میخواه که وصل شوه دیگه شو بگیریم هاردور اکسلیشن دیزمون خب
ای دلیل دیش را که در اینمی بخش ما چی را یوز نکردیم فقط برازی ما گرچه که بانش یوز کنیم خواهزی ما برای من به یوزر را دیگه لاغین میشیم از این لاغ آف باید شایم این یوزر پی آی چی را میگیریم خب اینجا زمانه که شما من کلک میکنین لیست گیمز یس مثال اینی چس تیتانس هسته خب مشکل دایی است که در اینجا گرافیک چی هسته انستال نیسته رایت کلک زمانه که میکنین نست اینجا گرافیک انستال نیست بانومو دلیل است که ایچه میکنم مشکل ایجاد میکنه خب هدف هزی در چی هست هدف هزی قسمی است که مثال شما از کدام گیم در صورت که اگر گرافیک هزی هم انستال نیست زمانه که ما گیم بلاک میکنیم برای ما نشان میده که اینمی گیم چی شده بلاک شده برای از اینجا کلک میکنیم گیمز سعی کنین میگه کن اچ آر اندرسکور وان پلی گیمز بازی کرده بتانه گیمز یعنی از پیش خودتان سوال میکنه یس که اگر اکتیو باشه چی مانا یعنی از هر نوع گیمی که هست یوز کنه نو همین چیزی که گیم هست کل مساله بالایشان چی شد بلاک شد قید شد اوکی این قسمتان بیا اوکی کو اوکی زمانه که کردی به از قسمت چی کو خدا یک دفعه لاگ آف کو لاگ آف زمانه که میکنین این زمانه که با یوزر شما مثلا لاگین میشن هر بخشی را که شما برازی واس میکنین اصل است گیمز رو باید برای شما چی کنه یک مسیج دیسپلی کنه گیمز ببینین کدام حالت با خود گرفته حالت بلاکینگ برای خود گرفته بالا از این دبل کلیک کو پرنتال کنترل هاز بلاک دیس چی دس گیم از اینجا دلیل قسمی شد که مکمل گیم را شما چی کردیم؟ کلش بلاک کردیم آن علاو شا مثل که برای تایم ها مشخص میکردیم از این ساعت تا این ساعت استفاده کن چطور یک گیم برش مشخص کنه که این گیم استفاده کرده با تانه ایش استفاده کرده نتانه گیم های خود ویندوز هم میشه و از اون قسمت دیگه باشه دیگه از بنامه پروگرام ساز از اینجا دیگه گیم را بلاک کن اما زارت هست که نام گیم دیادت باشه WinKR Control Parental Users HR Underscore 1 Game خب اینان ایران ما شما یاس میکنیم یا زمانی که شما کردین اینی قسمت از اینجا ست گیم ریتنگ هم میشه از اینی قسمت Block or Allow Specific Game Block چی مانا؟ قید کردن Block یعنی محدود کردن قید ساختن Allow اجازه دادن بالا ایزی کلک کو سعی کن در این قسمت شما ببینین اگر ما مثال بایم هر کدام از این علاو کنم بایم منو یا سر نوع گیم چی میکنه؟ یوز میکنه ما میگم نه اینی دو دانه را فعلا نیجا یکی اینمی چیز تیتان هست که اونمو گیم شدرنج سو فری سیل اینمی قطع بازیش کی را براش اجازه داده دیگه مثال دیگه گیم هایی که به طرف پایین هست یک تعدادش ها میگم چی باید شد بلاک شد اینمی چیز تیتان ها میکنیم چی میکنیمش؟ بلاک در اینجا چی شد؟ Allow all block specific games گی یا گیم مشخص براش اجازه دادی یا گیم مشخص دیگر چی کردی؟ بلاک کردی این لیست چی هست؟ علاو شخص اجازه داده میشه و این لیستی هست که چی میکنه؟ اونم گیم قید میکنه اوکی اوکی زمانی که کردین ایرام اوکی باس ایرام اوکی پس از اینجا ما شما چی میشیم؟ یک لاگ آف میشیم لاگ آف اچ آر اندرسکور وان خب ای اوکی اوکی زمانی که شما کردین به این دلست گیمز سعی کنین بالای اکثر از شما زمانی که میبینین علامه ریسترکشن واضع شده یا نه اما یک تعداد دیگهش واضع نشده یعنی فری سل بالایش که دبل کلیک میکنی خب این قسمت بخش آتو درایور از این سال نیست که مسیج میت اگر بالای سی دیگهش بی کلیک کنی وان دیسپلی کات برات ای چی میگه پرنتال کنترل هاز بلاک چی دیس چی دیس گیم فهمیده شد وظیفه ازی که چی هست چه میکنه فهمیده شد ازی بیرون میشیم و سای استفاده از یام که چی هست چی به درد ما میخوره خب فهمیده شد براتان دیگه چی؟ کار میکنم برات بدگم ای تو لیست بعدی پروگرامز اند فیوچرز هست که میرسه وین کی آر کنترول پرنتال چی؟ یوزرز اچ آر اندرسکور ون
allow and block specific چی؟ programs. یعنی به این معنا شما میتونن که برای یک یوزر محدود بکنن که از این پروگرام استفاده کنه، از این پروگرام چی کنه؟ استفاده کنه. انتخاب بدست خودتان است. بالا از او مربوط یوزر گیم رکتنگ است و از طریق خود ویندوز است، اینی آپشنش است. خب بالا از یه زمانی که تو می کلک میکنی از اینجا باز برات مشخص نمیکنه. الان میگه allow games with no rating, block games with no rating. این زمانی که تک کردی چی میکنه؟ یوز کو. این زمانی که تک کردی یوز کو، این دیگر را جرکنه آمده قرار میگیره در حالت بلاک. اما تفاوتشی هست که مکمل برات هایلایت شما میکنه. فهمیده شد؟ allow and block specific programs. بیرون. خب از اینجا زمانی که شما میگن این هم چه میگه؟ چهار اندرسکور ون کن یوز آل پروگرام. خب با دیفالت از ما تا حالا دیگه تغییرات نآوردیم، اصلا پروگرام هایی که یوزر ادمین استفاده میکنه این هم استفاده میکنه. از این قسمت واضح و مشخصات ده. این دو دلیل داره. او پروگرامی که مثلا شما تک مارک میکنین از او استفاده میکنه، پروگرامی که تک نمیشه از او استفاده میکنه نمیکنه. اینجا بیا خب مثال یکمه که پایین تر میریم. دبل امپلایر شرکت چی هست؟ دبل امپلایر داد اگزی ویندوز میدیا پلیر. از این دیگه چک شد وردپد چی شد؟ چک شد. یعنی به این معنی که چند پروگرام یوز کرده؟ بتانه دو پروگرام. سیکنجی چی میگه؟ چک دا پروگرامز دات کن بیوز. میگو پروگرام را چک کو یا سواسایی کو که از او استفاده کنه. او پروگرام را که شما چک نمیکنه این از او استفاده کرده نمیتونه. لست پروگرام ها در این قسمت و قدر بیشتر نبودک. هر پروگرامی را که مثال شما یوز میکنین ببین access to one has restricted by user administration to the policy rules chant to. بای مانا از کل پروگرام ها چند پروگرام برای تو علاو شد که یوز کنی؟ دو بخش. این فیصدی دو اینجا برای دینجا این مسیج هم میتا میگه parental control has blocked this program and an administrator can allow this program by opening parental user and changing the permission. فهمیده شد که من چی گفتم براتان؟ اینا رو شما از این قسمت دیری چی میکنین؟ اوکی ایرام ما شما کردیم ایرام اوکی میکنیم. بعض اوقات که اگر مثال بینیمی آلات که مثال شما از یوز میکنین که اگر یعنی علاو بود اجازت بود ضرورت است که کمپیوتر در کدام را قرار بگیره یک دفعه یک ریستارت شوه. رایت اونمو دبل ام چی پلیر. فهمیده شد؟ اینال این خب فعلا برای شما مشخص بود که دو پروگرام را بسته کنه. اگر کسی از پیش شما میگه ضرورت نباشه که مثال از طریق یک یوزر کل پروگرام ها با یک یوزر دیگه بسته شوه، جنرال بسته شوه پروگرام، مثل که ما شما درایور را بسته میکردیم عمومی بود. این کار را چطور انجام میدی؟ بخاطر از این کار تایپ اند ران چی؟ جی پی دی دات ام اس سی. عالی میتودش را دقت کن. WinQR Notepad Alt plus F Font. How to یادداشت کن. Block Semi specific Specific Program. چیگونه می توانیم یک تعداد پروگرام های مشخص را قید کنیم؟ بلاک نماییم. چیگونه می توانیم یک تعداد پروگرام های مشخص را قید کنیم؟ بخاطر از این کار تایپ اندان چی؟ جی پی دی دات چی؟ دات ام اس سی. جی پی دی دات ام اس سی زمانی که شما تایپ کردین و یکمکی چی داره؟ از خود مرحله داره. کدام مثل ما شما باید بریم ادمنستراتیف چی؟ administrative templates forward slash یک فولدر دیگهش بچه نام هست برام و سیستم هست. در سیستم که میریم دو اپشن هست از اونمونجا کار میکنیم. هر شد مشکل کم بترد؟ نیست.
چنج کردی؟ دقیق کن. گفتیم چطور میتوانیم یک تعداد پروگرام های مشخص را چیکنیم بلاک نماییم. وین کی پلاس چی؟ آر جی پیدا دا چی؟ ام ایس سی ای را اوکی کن. اوکی زمانه که کردین ای را اکمه که طرف میرم. ببین ادمنستراتیف چی؟ تمپلیتز یک فولدر بود برنامه سیستم، یعنی اونجا برای تایپ کردم سیستم برای سی دبر کلیک کن. دوباره کلیک کردی اینجا برای چی میگه Run Only Specified Windows Application. بالای از این زمانی که کلیک میکنی در این قسمت بیا ای را شو کن. مثال برای تو کدام پروگرام ها جزا داده شد، کدام پروگرام ها را یوز میکنی؟ مثال WordPad دا چی؟ دات اگزی ستاب پاسواندش چی هسته؟ دات اگزی WM Player دات اگزی تاب mspend.exe. چند پروگرام اجازه داره که استفاده کنه؟ سعی کنین ایرام شما اوکی میکنیم، ایرام اپلای، ایرام اوکی. میگه run only specified windows application، یعنی برای بیانداز یا کار پروگرام های مشخص ویندوز چیکو اجرا کن. آرام شما در اینمی خود یوزر وین کیار دقت کن سیلسی دز آبریشن از وین چی؟ کنسل در ایست از اونجا بود سی ال سی را ما اجازه داده بودیم. کنترل چی شد؟ بلاک شد. سی سی دبل دات ای خواه مربوط سیستم درایو است. پس اینجا به وین کی پلاس آر فار اگزامپل نوت پد چی شد؟ غیر فعال شد، بلاک شد. فهمیده شد یعنی چطور پروگرام های مشخص ها بلاک میکردیم. حالا ما میگم یک تعداد پروگرام ها را ای هم دولیست بلاک شده وین کی پلاس آر خانم و سنه نمو پروگرام فعلا ما در اونجا اکثر پروگرام های را که نامش نشته کرده بودیم او بر از او اجازه داده شده بود خو جی پیده دولیس نبود بلاک شدی. این حالا پس از اینجا ما شما مهم بخش دومش کار میکنیم که کدام پروگرام ها را که ما اجازه میتونیم آنها با اجازه شده سیف سی خب بخاطر از این کار این میل است که ما شما پیشتر کار کردیم بالاش باسم با میلش چی کردیم آمدیم سفر های کمک سازش بزرگ میکنین. بزرگ زمانی که کردین administrative templates کدام است؟ سیستم دوبار کلیک کن run all specified windows application یعنی نو پروگرام هایی که شما تایپ میکنین اجازه داده میشه. این دومی چی میکنه؟ don't specified windows application نام از این پروگرام ها را که فعلا ما شما اینجا برش میدیم این پروگرام ها در حالت execute یا اجرا قرار نمیگیره. بیاد اینجا خب من کدام است در قسمت لیست انیبل اینجا من ما شما کدام پروگرام برای اجازه داده نشه ونورد دات چی دات اگزی اکسل دات چی دات اگزی خلاص اینو تو پروگرام بگیم برای اجازه داده نشه دیگه هر قسم پروگرام که بخوای یوز کنه استفاده کنه. وین کی پلاس آر ونورد انتر کو چی کرد؟ بلاک کرد. اکسل انتر کو بلاک. وین کی آر MS Paint دولیس بود نبود. گفتم اینوی دو پروگرام قید کد اگه هر قسم پروگرام بود اجازه بده که چی کنه؟ کار کنه. خب این بخش هم کار کردیم و قسمت بخش که ونی که آره پاس شما پرس میکنین لیست کنترل پانل که میرین
چیزی که پرنتال یوزر آپشن داشت برای شما مورد چی کردیم با جزئیات کار کردیم. بخش دیگه از برنامه پروگرامز ان فیوچرز چه میکنه یادش کن. پس به ما شما ای را از حالت فعالش به حالت غیر فعال تبدیل کنیم. من در لسه کدام سادر لسه پروگرام نوتپاد میم کلک میکنیم What is program and future. Future یکی future ای است که آینده ما نمیده یعنی قسمت که است وظایف ما نمیده صحیح است؟ futures. What is programs and futures is used for and installing, removing, changing, and repairing the application and system software. What is programs and futures به خاطر انستال یعنی به خاطر از بین بردن تبدیل نمودن یا به خاطری که یک پروگرام در کامپیوتر ما انستال است کار نمیده در حالت ریپیر هم از ماچی کرده میتونیم استفاده کرده میتونیم. خب دقت کن به خاطر باز کردنش و شرکت آن نشاغ و شرکت آن قرار زلمی و شد for opening type and run شرکت از چی هست؟ abwiz.chi.cpl شرکتش اینی قسمت هست اینی جای abwiz.cpl شرکتش هست. خب وین کی پلاس آر دارن آل پلاس افشاریش هم کلاس کو وین کی پلاس آر دارن میگیم چی تایپ کو ابویز دات سی پی ال. ابویز دات سی پی ال زمانی که مثال شما تایپ کردین اینه لیست چی هسته پروگرام های هست که در کامپیوتر توسط خود چی انستال میشه توسط خود یوزر انستال میشه. اگر دوی دوی قسمت کنترل بر ازی تایپ میکنی رایت کلیک از اینجا چی کو یک کری شارکت برو از وی سفید استاپ دبل کلیک کو شارکتش پیدا کو. زمانی که مثال شما دای لیست آمدین در کل ای چی وظیفه را انجام میده از این قسمتی آپشنایش خو میفهمین لارج آیکن یارا در قسمت سورت ازی کار کرده بودیم. زمانی که مثالی اپلیکیشن ها را شما میفهمین خب از اینجا به میرم و شما شکل چی بگیریم دیتیلز بگیریم که یک تعدادی آپشن دارم یا آپشن هایشان را چی کنیم کار کنیم. زمانی که مثال شما در قسمت من ببینین اونو تنظیمات های فایل ها یا فولدر هایی که بود از این قسمت 0 up to 9 یعنی اکثر سافتار که شما در کامپیوتر انستال میکنین به اساس عدد انستال میشه. مثال فلاش 123 360 توتال سیکوریتی دو سافتی هست که به اساس نمبر هست از 0 الی 9 را فقط برات نشان میتونه. دیگه پروگرام انستال است از لیست پاس میکنیش پاس گیره. دومیش چه میکنه؟ او پروگرام هایی که از حرف ال اچ شروع شده باشه در لیست براتون میره. ببینین الداب است و ختمش HTML پد 2000 چند است؟ 11 است تا حرف اچ بود از حرف های شروع میکنه تا حرف چی را؟ پی را. به اینجا یک دفعه چکو از کدام حرف است تا کدام حرف؟ از حرف های الا حرف پی پایین بیا خدمش چیست؟ پی. پس اگر از اینجا تو می کلک میکنی از کیو الا سایت از امو قسمت یعنی از ستارت میشه الا اند میشه پس مکمل کل شبرا چی میکنه؟ نشان داد. فهمیده شد؟ در چند کتگوری؟ سه کتگوری از صفر الا نو بود ای الا اش بود آی الا پی بود و دیگهش از قسمت کیو الا زاید بود با چندین کتگوری در صورت که اگر لیست صافتا بیشتر باشه کتگوری بیشتر میشه کمتر باشه لیست کمتر میشه. سوال از بای لیست ایره فهمیدین سورت میکرد تنظیم میکرد
از این قسمت پابلیشر. پابلیشر همیش فکرتان باشه ما چطور بفهمیم که یک سافتویر مربوط به کدام کمپانی است. مثال اینه توتال سیکیوریتی 360 سافتش اینجا موجود است. از این قسمت دیگه مثال شما زمانی که در اینجا مین از اوست پروڈکت چی رو باقی داره؟ اوست یعنی کمپانیش است. یکم اگه پوینتر زمانی که من اینی جای نه انتال او تو درایور زمانی که در کامپیوتر شما مربوط انتال باشه پروسسر انتال باشه مدل از انتال است ایره پاس میکنی و از قسمت مثال لیست او پروڈکت هایی که یا او پروگرام هایی که مربوط مایکروسافت میشه یعنی کل پروگرام هایی که در اینجا فعلا اکثرش که انرسال است مربوط چی است؟ مایکروسافت است. از اینجا ما چی کاری را کرده میتونیم پیدا کرده میتونیم که اگه اپلیکیشن از طرف کدام کمپانی تولید شده فهمیده شد؟ ایره پاس کن از اینجا من این به این طرف بخش بعدیش از اینجا چطور مثال شما دریافت کنین که یک اپلیکیشن شما در کدام تاریخ نصال کردین؟ برای شما گفتم میشه که یک هفته پیش اپلیکیشن هایی را که نصال کردیم وار از کامپیوتر پاس کن یک ماه پیش که نصال کردیم وار از کامپیوتر ریمووش کن. از اینجا select update or date range بالا از این زمان که کلیک میکنی امروز تاریخ چند است مطابق میلادی؟ تاریخ چند است؟ 19. اینجا ما هم چک میکنیم تیوزی جولای چند است؟ 19. یعنی صرف از امروز براتون میگه. اگر مثلا شما اینجا بین در تاریخ سیم کدام پروگرام را انسال کردیم؟ نکردیم. چرا دلیست نشان نداد برای من؟ earlier this year earlier چی مانو میتو بچه؟ earlier this year به این منا اینمی سال 2016 که شروع شدنه از این ابتدای سال تا به امروز ما کدام پروگرام را انسال کردیم؟ earlier this من از ابتدای امین با last week در هفته گذاشت کدام پروگرام را انسال کردم تو ده امروز؟ کدام پروگرام هایی را که نصال کردم اینه اکسترا 3D مارکر را به حسن خوب دیزاینینگ درست دادیم که نصال شده بود. خب با این سوال فقط سورت میکرد به اساس چی؟ دیت این طرف بیا کل از این پس از یالا چی کنیم؟ بیرون کنیم. اینجا چی شان است؟ سایزشان میدیم از 100 کیبی الی 1 ایمبی او پروگرام هایی که سایزشان از نشان بده لارج از یک لا 16 ای فامیده شد دیگه لیست ازی سورت میکنه به اساس سایزی را پاس کو این اینجا که هست ورژن شان است. مثال شما در یک کامپیوتر 2000 من سال میکنین 7 من سال میکنین 16 من سال میکنین چطور شما فرق بین 2016 و 13 ای جسان معلوم نمیشه صرف که دلیست استارت مراجعه نکنی این اینجا که بیی لسال پروگرامزش بری بیی دلیست چی؟ مایکروسافت اکسس مایکروسافت آفیس پیدا کو از اینجا اینه مایکروسافت آفیس در ختم کل از چی نشته شده؟ مایکروسافت آفیس 2016 تولز شانسی میبینین این قسمت خط مر کدامش چی نشته است؟ 2016 است 2016 برات نشان میده. از اینجا چی کاری کرده میتونی؟ ورژن منه من از اینجا ما پیدا کرده میتونیم که یعنی مدلش یا در کدام سالی که تولید شده از اینه میشه ما پیدا کرده میتونیم اینی باشه که شما انتخاب میکنین این اوریکل دیتا پرووایدر نت هلپ است 3G است اینی سافتی که در کامپیوتر ما انستال است بنام اسکول پلاس نامیده میشه اوریکل مدل 3G است 11G شما از 12G شما است به شکل برای شما مشخص میکنه ایرا پاس گازی لست پایین بیا مثال اشتیمل پد 2011 در کدام سال 2011 اینجا برش مشخص کردم ان اسپسیفاید نامشخص نمیفهمیم از کدام مدل است که یوز میکنیم فهمیده شد؟ سوال خونه از بایی فقط یک